فیلم همقسم به کارگردانی مهدی رئیس فیروز محصول سال 1354. توی فیلم رضا و منیر با هم همقسم میشن که به عشق همدیگه وفادار بمونن. در حالی که این دو نفر مقدمات ازدواجشون رو فراهم میکنن، اکبر دوست صمیمی رضا از سفر خارج برمیگرده و بدون اطلاع از علاقه رضا و منیر با منیر آشنا میشه و به اون دل میبازه. اکبر از رضا میخواد که منیر رو براش خواستگاری کنه. رضا هم از منیر میخواد که به ازدواج با دوستش اکبر تن بده و از اون چشم بپوشه. منیر به دلیل علاقش به رضا درخواست اونو میپذیره و با اکبر پای سفره عقد میشینه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یا شاره چی رو به من قدرت بده که بتونم حرفمو بزنم. وای منیر، قلبم داره وا میسه. حرفتو بزن دیگه منیر. منو دوست داری؟ میپرستمت. تا حالا چیزی ازت خواستم؟ نه، اما اگه جونمو بخوای بهت میدم. منیر، میخوام تو این مکان مقدس بهم قول بدی هرچی که بگی با جون و دل قبول میکنم. قسم به صاحب ذوالجناح، قسم اگه جونمو بخوای به پات نثار میکنم. منیر یادت باشه که به شهبر عرش خدا قسم خوردی، مبادا عهدتو بشکنی. قسم بخور که این راز برای همیشه پیش من پنهان میمونه. قسم میخورم، ولی تو بگو ببینم از من چی میخوای. منیر، منیر من میخوام بگو. میخوام که منو فراموش کنی. یا فاطمه، چی داری میگی؟ منیر نمیتونی با هم عروسی کن. چرا؟ خیلی دلت میخواد بدونی؟ آره. اونی که اکبر خاطرشو میخواد، اونی که اکبر بی صبرانه آرزوی وصالشو تو سر میپرورونه، اون توی من؟ و من بهش قول دادم که اون به مراد دلش برسون. تو میخوای عشق و زندگی منو فدای دوستی با اکبر بکنی؟ این دنیا برای من هیچی بالاتر از دوستی و رفاقت نیست. بینر باید قبول کنم. نه، من نمیتونم، نمیتونم. منو بکش اما حرف جدایی رو نزد. تو قسم خوردی، گفتی که رو حرف من حرفی نمیزن. ازت میخوام که اکبر بشه برای قبول کنم. من از حالا بکنم. فیلم بدنام که تو سال 1350 ساخته شده، از این قراره که توی محل بدری رو به اسم دکتر صدا میکنن و فکر میکنن پرستاره. اما واقعیت اینه که بدری هر شب توی میخونه رقاصی میکنه. بدری با پسری به اسم مرتضی آشنا میشه، عاشق همدیگه میشن و قرار ازدواج میذارن. اما کار بدری و گذشته مرتضی مانع این ازدواجه. بخشایی از فیلم بدنام رو با هم تماشا میکنیم. همه چیز ما دست تو هست. به خاطر خدا این کارو بکن. خوشبختی یه خانواده رو از هم نکش. حفت از پسرموش آبستنه، شکمش اومده بالا. اگه مرتضی بفهمه خودش و خواهرش رو میکشه. به خاطر جوانی مرتضی هم که شده به ما رحم کن. بذار همه چی مثل روز اولش بشه. این رازو فقط تو میدونی و خدای بالا سرت. خدا دیگه با تو چی میخوام؟ قبول میکنی؟ همیشه دعات میکنم. چی شد؟ قبول کرد؟ خدایا شد. فیلم سکه شانس با بازی فردین، ناصر ملک مطیع و مرجان محصول سال 1349. دو برادر شیفته یه دختر میشن در حالی که دختر به برادر کوچیکتر علاقه منده.
در این بین مردی سعی میکنه که میون این دو برادر جدایی ایجاد کنه و برادر بزرگتر رو به قمار میکشونه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. پاکه پاکه. بسیار خوب. حالا شما چند دقیقه بیرون باشین. رو چشم قربان. کجا؟ نه شما برید. خدا عمرت بده. شما دو نفر باشید. بله؟ فعلا یه هوایی بخوریم تو وقت زهدون. بله چرش فرار که نمی کنیم. بیتی بیتی آقا داداش تو اینجا چی؟ واسه اینکه من باید میمادم اینجا. نه تو الانم دارم از بیمارستان میام. برای چی این کاری کردی؟ بینم سرکار میشه یه دقیقه ما با داشمون اختلاط کنیم؟ شما حرفتونو بزنیم معلوم برمیگه. قربونه صفاتون. اون مردو من زدم. ول کن زلفشو منو تو نداری کری آقا. من باید حقیقتو بگم. یه وایس آقا داداش من به اونا گفتم و اونا قبول کردن. دیگه فایده نداره. ولی چرا تو؟ میدونی داداش اینطوری بهتره. من الان هیچی ندارم. وقتی هم که از خلفتونی بیام بیرون بازم هیچی ندارم. یعنی گر بگرم واسه ما فرقی نمیکنه. اما تو الان خیلی چیزا داری. وقتی بری زندون و بعدش بیای بیرون دیگه هیچی نداری. پس بمون بیرون اون چیزایی که داری نیجرده. مواظب مادر باش داداش. چته؟ سه گرما چرا رفته تو هم؟ بلشت بابا دنیا این صد سال اول سخته بعد از اون راحته. راستی ببینم پرسیدی حالا یارو چطوره؟ آره بد نیست. خب الحمدلله. حرفتون تموم شد؟ بله بله سرکار جان. بفرمایید بریم. خب خداحافظ داداش. بیبره سرکار. بریم. به جون شما خیلی شاد شدم که دیدمتون داداش. ببینم داداش اگه یه چیزی بهت بگم به کسی نمیگی؟ نه چی میخوای بگی؟ بگو. خیلی نوکرتم. خب دختر خاله هنوزم تو اون سقفخونه شم نز میکنی؟ تو اون سقفخونه یکی هست که حرفای آدمو بشنفی. فیلم سینمایی معجزه که تو سال 1346 ساخته شده راجب جوون روستاییه که دختر ارباب رو دوست داره. جوون به شرطی میتونه با دختر ازدواج کنه که پول فراوانی به دست بیاره. جوون در جریان حادثه ای پول رو به دست میاره، اما از طرفی دختر ارباب از دوری جوون منم رحمت. ببین فیروزم من به عهد خودم وفا کردم، خونه رو خریدم، مسائل زندگی رو فراهم کردم. اگه قرار باشه تو اینجا بمونی منم پهلوت میمونم تو هر دومو با هم از بین بریم. اگه تو این دنیا خوشبخت نشدی در اون دنیا با هم وصلت میکنی. بذار منم مثل تو بشم. زندگی بدون تو برای من جهنمه. چه میخواین گیا؟ گیا فیروزه ای وجود نداره که شما دنبالش اومدین. بریم بیرون. مگه نمیبینین که یه جزامی تو این اتاقه؟ بیاین بیاین این قباله ای که میخواستین برین دست از سر دخترتون وردارین. این گم بشین. از اینجا بریم بیرون. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه در حین انجام کار به دختر علاقه مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. سودت از این حرف چیه پیرمرد؟ اینو که من نمیخوام، دخترم میخواد. او داره به سرت میزنه. دارت میزنم. تو یه نفر کشتی، اگه بفهمن دارت میزنم. من کسی رو نکشتم. چاقو رو تو دستای تو دیدم. خودمون دوتا چاقو رو انداختیم تو بیابون و اومدیم. دخترتو نمیدی نده به درک. اما بدون جاندارما میان سراغت. من خبرشون میکنم. حرفاتو زدی بشیر؟ حالا دیگه گورتو گم کن. دختر من یه کنیز نیست. اون زن هر کسی بخواد میشه، منم نمیتونم جلوشو بگیرم. از مرگم ترسی ندارم. برو هر کاری دلت میخواد باشه بخواد. ولی اگه تو فردا عقیدت عوض شد. شما دارین زود میرین. من اومده بودم یه چیزی به پدرم بگم، ولی خب حالا که شما هستین چه بهتر که پیش شما بگم. من فکرامو کردم پدر، من از پیش شما نمیرم. یعنی برای چی برم؟
من نمیتونم با یه مرد غربتی زندگی کنم، چون کلبه کثافت با اون آدما، نه پدر، من نمیتونم. همش یه فکر بچگانه بود. معذرت میخوام که جشنتون رو اینطوری به هم زدم. میشه دوباره همونطور جشن بگیریم؟ تو چی داری میگی دختر؟ اگه تو واقعا من میخوام زن بشیر بشم پدر، میخوام زندگی راحت و آسودهی داشته باشم، میخوام نزدیک تو باشم پدر. شما هنوز منو میخوام؟ البته که میخوام. میرم مسائل عروسی رو بگم آماده کنم. خدافظ. اینطوری بهتره دیگه، از والی خوشم نمیاد. از طرفی نمیخوام از تو دور باشم پدر.